و سلام و صبح بخیر خدمت دوستان. امروز 16 مرداد 1400 مصادف با 7 آگست 2021، درست گفتم احتمالا، خدمت که عرض کنم ساعت 8:30 صبح ما الان تو شهر ولادیکاوکاز هستیم و میخوام با امید خدا را بیافتیم به سمت مرز گرجستان. کلن بین روسیه و گرجستان یه مرز زمینی بیشتر نداره و اینم اسمش هست، به اصطلاح میگن ورخنی لارس، اسم به اصطلاح اون مرز زمینی است که باید رد بشیم. ما از سن پترزبورگ که راه افتادیم تا اینجا دم مرز حدودا 2150 کیلومتر. امیر منان تو کومن برفه، برف هم هست. 2100-2150 کیلومتر مسیر اومدیم. جاده ها خیلی عالی بود، یعنی کل مسیر شاید 80% اصلا جاده های پولی بود. حالا میری میبینی بابا جان، جاده های پولی بود و اتوبان بزرگراه خیلی خوب بود، خیلی جاده خوب و راحتی بود اومدیم. حالا ببینیم بعدش چطور میشه. تا مرز 20 کیلومتر کمتر داریم تا مرز گرجستان. توی مسیر 4 کیلومتر داریم میریم، هم توی کامیون هم بایستادن. کامیون خیلی زیاده، خیلی زیاده ها. من نمیدونم چند 800 متر دیگه مرزه، با 600 متر 600 600 متر 600 600 متر زیاده. نه زیاد نه، پیادم که بری تا زیاد نه. ما الان اینجا پشت مرز ایستادیم، گفتم که این مرزش الان ماشین کمه، در حالت عادی میگن حتی یه دو روز ممکنه اینجا پشت مرز بمونی، بخاطر که اولی مرزه 24 ساعت کار نمیکنه، شب میست که میبنده، چون بخاطر که جادهش خطرناکه و کلان میبنده. بعد خدمت شما که ارز کنم الان خود روسا نمیتونن از مرز زمینی اینجا خارج بشن تا یکی چی داشته باشن، یعنی مثلا میرن گرجستان یا یکی برن برای درمان یا پهلو فامیل برن. توریستی نمیتونن مرز زمینی رو اینجا خارج بشن، هوایی میتونن برن، زمینی نمیتونن برن. ما حالا چند تا پاسپورت داریم و داریم بگیم میخوام مسیر اون ایران هست، مشکل نداره. زنگ زدم پرسیدم گفتن میتونیم، مشکل نداره. حالا بریم ببینیم چطور میشه. علی علی ما ما الان بسیدیم مرز رد کنیم، نه ماشین بعدی ما هستیم به امید خدا. ما الان آقا از مرز یعنی روسیه خارج شدیم، یعنی خارج شدیم دیگه. یک ساعت و نیم داشتن از من سوال جواب بازجویی میکردن، یعنی مال قبلا کاگبه بوده، الان فیسبه اسمشون هست، همه چیز اطلاعاتیشون. یک ساعت و نیم همه شجرنامه ما رو میپرسیدن. حالا نمیدونم چرا اینجا مرز زمینی اینجا چجوری، ما فنلاند شاید 100 بار رفتیم اومدیم، مشکلات نداشتیم، مشکلی البته نداشتیم. سوالا رو پرسیدن گفتن برو، ولی خب چک کردن از مسکو چی گرفتن که ای آقا مثلا چه میدونم مشکلی نداره، مسئله نداره، ولی خب یک ساعت علاف شدیم دیگه، بالاخره وقتمون رفت. ما الان بین دو تا مرزیم، مرز روسیه رد کردیم اومدیم بیرون. الان اینجا منطقه به اصطلاح بی طرف بهش میگن، بی طرف یعنی نه طرف ای هست نه طرف او هست. شهر چقدر اینجا آشغال پاشغال ریخته، چرا اینجا جوریه؟ من الان آشغال الان تو طرف بی طرف هستیم، میریم که حالا وارد مرز از مرز گرجستان رد بشیم. انشالله که رد بشیم بریم. اینجا میگن روسا رو نمیذارن رد بشن، ما حالا رد شدیم چون داریم میریم ایران. یعنی علی 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 نزدیک مرز گرجستان هستیم، ما پرچمشونه نزدیک، ها دیگه اونا پرچم گرجستان هست. نه من دیگه تو گرجستان اومدی؟ نه هنوز نیومده تو گرجستان. حالا میریم حالا چند ساعت باید بریم؟ نه دیگه به ساعت نی، اینجا دیگه مرز، دیگه مرز رد کردیم. خلاصه به خاطر پاندمی که الان هست خیلی سخت شده، خیلی سخت میگیرن، هی تست میخوانه، خیلی مسائل داره، ولی خب رد کردیم دیگه. بالاخره ما الان دیگه وارد خاک گرجستان شده. این قشنگی ها شده.
صورت دانیا نگاه نمیکنی؟ من بازی میکنم. آما نگاه چه قشنگه. میریم بالا میبینی؟ با نگاه چقدر اند قشنگ ها هم نگاه بکن هستی چی میترسی؟ بچه فسخلی درسناکه قشنگه قشنگناکه ای نگاه گوه نگاه استراحت میکنه اینجا نگاه خوابیده اینجا نه؟ درم برای دوستانشون بده آه دارم فیلم میگیرم برای دوستان نگاه بکنم نگاه کنم هرشی ببرن آه آقای چیز آقای جانه من فکر میکنم دوستان به ماشین هم خواستن برن کجا ما میریم آه دوستان هم دلشون بخواد به ماشین بیان همین جو که ما اومدیم آه شاید شاید بعضی از دوستان دلشون بخواد بیاد که بعد خب ببینن اینجا را اسمت رو ما با اجازتون دیگه تا غذا خوردیم و سیم کارت گرفتیم و اینا ساعت شد دو رو سیم کارت هم یه ساعت طول کشید تا گرفتیم و برامون فعالش کرده اینا که اینترنت داشته باشیم حالا نویگیشن میگیم سه ساعت را داریم تا پایتخت چه مسافت ها اینجا کوتاه است میگم که ما از روسیه 5-6 روز تو را بودیم تا اومدیم دم مرز اینجا کلن یه روزه میشه همه اینا رد کرد گرجستان و ارمنستان اینا کلا مسیر چیزی نیه مسیر طولانی نیه میشه ردش کرد فضیار داد که کامیون دانه از رقل هم رد میشه بس بیه خواده نه خب اینه که این تیجاد دو میرن و میان دیگه چی دارن تجربه دارن عادت دارن راحت براشون تون میان نگاه جو سبقت میگیرن ما بود از جورت ها نداریم یه خورده هنوز ما بگنید دسته بار بریم بیایم نگاه یه هم رفت سبقت گیره چجوری ما هم نمیشه ما میشه سبقت بگیریم ما میترسیم یه خورده سبقت بگیریم اینجا نه الان وقتی آشنایی نداره به جاده خب بار اولیشه کمی دوباره بره و بیاد دیگه عادت میکنه دوستان عزیز ما وارد تفلیس شدیم اینجا شهر تفلیس هست پایتخت گرجستان واحد پولشون هم لاری هست یعنی یه دلار که شما بدی 3 لاری بهت میدن یعنی هر یه دلار برابر با 3 لاریه خدمت شما که عرض کنم الان ما داریم میریم هتل مسافتی که اومدیم خیلی زیاد نبود 250 کیلومتر بود ولی خیلی خسته شدیم یعنی الان ساعت 5 ما ساعت 9 را افتادیم 5 تو گمرک تو چیز خیلی گیر بودیم دیگه تا اومدیم خیلی خسته شدیم
علی. ما الان تو تفلیس هستیم. هتل تفلیسمون هست. نسبتاً بدم نیست. خوبه. همون میشم دوش منو دوش جوری جواب میده. هتل بزرگه، اتاقش، تلویزیون، تخت. در دیوارش نمونه بیرون هم داشته باشم. ما اینجا خیلی تو مرکز شهر نرفتیم، چون تاکسی هم میگیریم میریم تو شهر دیگه. با ماشین خسته شدم برونم. فردا بریم با امید خدا به سمت یروان ارمنستان. ما الان تو خیابونای تفلیس هستیم. اینجا رستورانه. شهرم رستوران. حالا بریم بالا ببینیم چه خبره. What is this, اومدیم دنبال رستوران. اینجا مرکز شهره. چه کوچه پس کوچه هایی داره اینجا. اوه یا این شهر تفلیس. چه سرازیری سفتی هم هست. از خونه چی میمونه؟ قمر خونه. قشنگ خونه ها. ساعت الان 8:30 شبه. یه ساعت اینجا تفاوت ساعت داره با روسیه. جلو هست. یعنی الان تو روسیه 7:30 اینجا 8:30. او سمتری بود. بود دهتت. به نظر میاد رستوران بعدی نبیریم بالا بشینیم ببینیم منظرش چجوریه. اومدیم توی رستورانه. اینجا هست رستوران. یه هم منظرش. غذاش البته نمیدونم چجور باشه ولی منظرش خیلی عالیه. هتل هم از ظاهرن اینجا ما رابطه پیدا نکنیم ولی تو من سختم بود با ماشین بیام اینجا چون راش خیلی سخته. منظرش خیلی قشنگه اینجا. هوا گرمه ولی خشکه، یعنی گرماش اذیت نمیکنه. مثل هم شیراز خودمونه. جناتو کیو هستیم؟ چی هست اینجا؟ چی هست؟